کتاب خاطرات ملکه پهلوی، تاج الملوک آیرملو، همسر اول رضا شاه، مادر محمد رضا شاه پهلوی. مصاحبه کنندگان: ملیحه خسروداد، تورج انصاری، محمد علی باتمانگولیچ، ناشر، مؤسسه انتشارات بهافرین. اگر تا الان من رو سابسکرایب نکردید، با زدن دکمه پایین ویدیو با من همراه شید که در اینجا من از زنان تاریخ ساز و موفقی که در طول تاریخ نادیده گرفته شدن رو به شما دوستان عزیزم معرفی میکنم. باشد که توانسته باشم قدمی هرچند کوچک برای بانوان سرزمینم برداشته باشم. با من همراه باشید. آخرین روزهای رضا شاه، قسمت هشتم. گفت: پس مادر، تو میگویی چه کار کنم؟ گفتم: از قدیم و ندیم گفتن به هر چمن که رسیدی گلی بشین و برو. مگر برای تو قحطی زن و دختر است؟ این همه زنان زیبا به خودت دیده ای، چطور در برابر این دختر مطلعی خودت را باخته ای؟ ناگفته نگذارم که محمد رضا در برابر دختران مطلعی تسلیم محض بود. یک بار که در جوانی با هواپیمای آلمانی مسافرت میکرد، عاشق میهمانداران مطلعی هواپیمای لوفتهانزا شده بود. این شرکت‌های هواپیمایی زیباترین دخترها را میهماندار خودشان می‌کنند و همین مسئله مدت‌ها موجب بدبختی محمد رضا شده بود و پول‌های زیادی را صرف میهمانداران لوفتهانزا می‌کرد و یک قسمت از دربار مسئول دعوت و پذیرایی از این میهمانداران بود. این دختر هم موی طلایی داشت و محمد رضا هم اسم او را طلا گذاشته بود و به همین نام هم معروف شده بود. خلاصه محمد رضا و فرح با هم توافق کردند که به خاطر مصالح مملکت از هم طلاق نگیرند، ولی من بعد با هم کاری نداشته باشند و فقط دوست باشند و بس. محمد رضا با این تصمیم آزادی خودش را به دست آورد و فرح هم کار خودش را میکرد. من درست است که مال این زمان نیستم و آدمی از قدیمی ها میباشم، اما از همان قدیم ها هم افکارم با همه فرق میکرد و از خیلی امروزی ها متجددتر بودم. ما یک ضرب المثل در بادکوبه داشتیم که می گفتن ازدواج می شود اما عشق نمی شود. این البته ترکیش شیرین تر است. به هر حال منظورش این است که دو نفر ممکن است با هم ازدواج کنند ولی ممکن نیست عاشق هم بشوند. یعنی اگر ازدواج با عشق شروع نشود، در آینده هم بین دو نفری که بدون عشق ازدواج کردن از عشق خبری نخواهد بود. محمد رضا با فرح ازدواج کرد به واسطه پااندازی اردشیر زاهدی. این اردشیر زاهدی از آن نخاله های روزگار بود. صد پله از پدرش نخاله تر بود. خیلی زبان داشت و خیلی پشت هم انداز و متملق بود. کارش چه بود؟ همین که دوروبر محمد رضا بشرخد و در تهیه اسباب لهو و لعب و عیش و عشرت برای محمد رضا با علم و دولو رقابت کند. فرح را او پیدا کرد و به محمد رضا معرفی کرد و محمد رضا بدون عشق با فرح ازدواج کرد. محمد رضا در آرزوی بچه بود، آن هم پسر که ولیعهد خودش کند. اگر فوزی طلاق نگرفته بود و در ایران مانده بود، حتما در زایمانهای بعدی یک پسر هم می آورد. اما فوزی با محمد رضا نساخت و حقیقت این است که نژاد عرب با نژاد ایرانی هستن فراری هستند و جفتشان با هم جور نمی شود. اصلا تجربه من این است که ایرانی باید با ایرانی ازدواج کنند، با هیچ خارجی سازگاری ندارد. شمس هم شوهر آمریکایی کرد اما نتوانست با او بسازد و از هم جدا شدند. اشرف هم یک بار شوهر مصری گرفت اما بعدن از او جدا شد. خب کجا بودیم؟ آها، یادم آمد، موضوع ناسازگاری فرح با محمد رضا. فرح از سال 1351 اواخر سال 51 میانش با محمد رضا شکراب شد و این دو نفر دیگر کاری به کار هم نداشتن. خب شما می دانید که فرح اصالت خانوادگی نداشت و همسر شاه مملکت شدن برایش زیاد بود. این بود که بعد از بچه دار شدن و محکم کردن پای خود در خانواده، همچین که خیالش راحت شد شروع به امر و نهی کردن کرد. من تعجب می کنم که چرا فرح نسبت به طلا گیلده آزاد سختگیری می کرد.
او خودش را روشن فکر می دانست. محمد رضا در مجالس با زنهای این و آن و دخترهای این و آن می رقصید و آنها را در آغوش می گرفت و می بوسید و فرح می دانست که محمد رضا به عنوان شاه مورد توجه زیاد است و خیلی ها آرزو دارند مورد علاقه او باشند و محمد رضا علاوه بر او با زنان دیگری هم رفت و آمد دارد، اما او نسبت به این یک دختر فوق‌العاده حساس شده بود. علتش چه بود؟ علتش اول این بود که این دختر فوق‌العاده قشنگ بود. داده بود دماغش را هم در فرانسه عمل کرده بودند و روی صورتش هم بعضی عملهای جراحی زیبایی کرده بودند و خیلی دیدنی شده بود. ما یک پزشک متخصص خوب آقا منش و خیلی صمیمی داشتیم به نام پروفسور تسه که کارش زیبایی بود. دخترم اشرف و شمس و خود من و فرح هم چندین بار پیش او عمل کرده بودیم. به اصطلاح دکتر خانوادگی ما بود و هر وقت هم یک کار عمل نداشتیم او را هر سال به ایران دعوت می کردیم تا بین یک هفته تا دو هفته پیش ما بماند. خیلی خوش مشرب و خوش صحبت بود. به گمانم محمد رضا گیلدا طلا را برای عمل دماغ می فرستد پیش پروفسور تسه در فرانسه و در آنجا پروفسور که در ضمن آدم ساده‌ای هم بود از طلا می پرسد چه نسبتی با شاه ایران دارید؟ و طلا هم بی‌انصافی کرد و یا شاید شیطنت کرد و میگوید من زن جدید اعلیحضرت شاه هستم. پروفسور تسه که میدانست در کشورهای شرقی و مسلمان مردها میتوانند تا 4 زن رسمی داشته باشند به خیالش میرسد که فرح موضوع این ازدواج را میداند. به همین خاطر در ملاقات بعدی که با فرح روبرو میشود ماجرای طلا و عمل دماغ او را برای فرح شرح میدهد و آتش این فتنه از همینجا شروع میشود. محمد رضا هم که ملاحظه کرد فرح دست به بی آبروی زده و برای طلا ایجاد مزاحمت می کند دست او را گرفت و آورد در کاخ سعدآباد و به فرح هم گفت هر غلطی می خواهی بکن. فرح برخلاف آن ظاهر آرام و لبخندی که همیشه به لبش بود روحیه خشنی داشت. یک روز که در سعدآباد چشمش به طلا می افتد جلو رفته و کشیده محکمی به گوش طلا می زند. خلاصه این که این رقابت زنانه بین فرح و طلا برای محمد رضا خیلی شیرین بود و محمد رضا لذت می برد که زنها به خاطر او اینطور پنجه روی صورت هم می کشن. از قضای روزگار این اخلاقش درست مثل اخلاق پدر مرحومش بود. من هم گاهی اوقات ندیمه های خودم را مأمور می کردم که به عصمت و یا توران حمله کرده و آنها را کتک بزنن. رضا در دل از این عمل من لذت می برد و می فهمید که من خیلی او را دوست دارم که به زنهای دیگرش حسادت می کنم. آها کجا بودیم؟ فرح. بله فرح از اواخر سال 51 سرش به کارهای خودش گرم بود و به اتفاق بچه هایش در نیاوران زندگی می کرد. دفترش هم در نیاوران بود. محمد رضا هم کاری به کارش نداشت. یک قسمت از باغ نیاوران را بخشید به مردم تهران و دو روز زیر کاخ و کنار دیوار کاخ و دفتر کار محمد رضا یک پارک بزرگ درست کرد به نام پارک نیاوران. و هر چقدر افراد دانا به او گفتند که این کار درست نیست و امنیت کاخ را به خطر می اندازد به گوشش نرفت و پارک نیاوران را درست کرد. یک قسمت از باغ کاخ را هم گرفت و در آن فرهنگ سرای نیاوران را درست کرد. دور و برش از این آدم های هرهوری مذهب جمع شده بودند که خیلی هایشان هم افکار بلشویکی داشتند. همین فکر ایجاد پارک نیاوران و فرهنگ سرای نیاوران را یک جوانی گردن کلوف به ذهن فرح انداخت. این جوان که در روزنامه‌های تهران کار می‌کرد از اعیان و اشراف نبود و به واسطه آنکه یک شغلی هم در نیروی هوایی داشت در آنجا با فاطمه روی هم ریخته بود سر راه فرح قرار گرفت و خودش رو انقدر در دل فرح جا کرد که فرح در سال 56 می‌خواست فرحناز را به او بدهد. فرحناز در آن موقع 17-18 سال داشت و به خاطر موقعیت سنی که داشت و یک روز در میان عاشق اینان می شد. یک روز عاشق یک خواننده تلویزیون می شد و فردا عاشق یک فوتبالیست. از قضا این خبرنگار جوان خوشتیب را همراه مادرش می بیند و یک دل نصد دل خاطرخواه او می شود. فرح هم که خودش این جوان را دوست داشت هیچ مخالفتی نمی کرد. اما محمد رضا فهمید و دستور داد او را دیگر به کاخ راه ندهند. فکر فرهنگ سرا درست کردن از این جوان بود. فرح از خودش فکری نداشت و ابتکارات این قبیل افراد را مجانی می گرفت و به نام خودش انجام می داد. خب باز هم از بحث خودمان دور شدیم. چه کار کنم؟ می گویند حرف حرف می آورد و این البته مطلب صحیحی است.
حالا که دارم با شما صحبت میکنم انقدر خاطرات گذشته به مخیلم هجوم میآورند که نمیدانم اول کدامش را تعریف کنم. عزیزانم، اگر از ویدیوی من خوشتون اومده و براتون سودمند بوده، برای حمایت از من ویدیو رو لایک و کانال من رو سابسکرایب کنید و یادتون نره زنگوله رو به صدا در بیارید و روشن کنید تا هر وقت ویدیوی جدیدی گذاشتم شما جزو اولین نفراتی باشید که ویدیوی من رو میبینید. البته باعث افتخارم است که شما در کنارم هستید و حمایتم میکنید. سپاسگزارم از حضورتون و دوستتون دارم و خدا نگهدار.